چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه هم کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و ما است کلامت این ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید ما در این برنامه به همراه شما تمام کلام مقدس خدا را مطالعه و بررسی می کنیم در حال مطالعه یک کتاب خروج هستیم و به فصل 25 رسیدیم در این قسمت می به مطالعه درباره خیمه ملاقات شاید این اولین باره که عبارت خیمه ملاقات رو و براتون ناشناست. شاید هم قبلا شنیدید ولی دوست دارید بیشتر در مورد اون در عهد عتیق یاد بگیرید. معنی و مقصودش چیه؟ چه اجزایی داره و از چه موادی ساخته شده؟ به امید خدا در این قسمت پیرامون این موضوعات گفتگو خواهیم کرد. همچنین میپردازیم به مطالعه ماهیت خیمه ملاقات و اهمیتش در نور عهد جدید. در ابتدا اجازه میخوام به مهمان برنامه برادر یوسف ریاض خوش بگم. درود بر شما مرز کردم. همچنین درود و خوش میگم به شما مهمانان گرامی. برادر فصل 25 آغاز بخشی جدید در کتاب خروج لطفا یک توضیح کلی بفرمایید درباره این فصل بسیار خوب این بخش جدید درباره مسکن خدا بر روی زمین یعنی خیمه ملاقات بهمون به میگه ما از این فصل تا فصل 31 کتاب خروج درباره خیمه ملاقات خواهیم خوند و بعد از اون شاهد چند فصل متفاوت نسبت به فصلهای دیگه خواهیم بود یعنی فصلهای 32، 33 و 34 که درباره پرستش گوساله طلایی توسط قومه و بعد از اون میبینیم که از فصل سی و پنج به صحبت کردن درباره خیمه ملاقات ادامه میده بسیار خوب فرمود این خیمه ملاقات مسکن خدا بر روی زمینه پس خدا میخواست که در میان قومش ساکن بشه درسته لطفا درباره مفهوم ساکن شدن خدا در میان قوم برای ما توضیح بفرمایید خدا در کتاب امثال فرمود لذت من در بنی آدم بود وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم از همون ابتدا میبینیم که خدا واقعا انسان رو دوست داره. پس بعد از اینکه همه چیز رو مهیا کرد آدم آفرید. انسان نخستین مخلوق خدا نبود بلکه آخرین آفریده بود. و همچنین میدونیم که خدا به طور مستمر آدم رو ملاقات میکرد به این دلیل که وقتی آدم در گناه سقوط کرد و صدای خدا رو شنید خودش در بین درختان باغ مخفی کرد. با این حال خداوند به ارتباط با قوم خودش یعنی ایمانداران ادامه داد. مثل ابراهیم چون میخونیم خدای پرجلال بر پدر ما ابراهیم ظاهر شد. اه، میبینیم بر یعقوب هم ظاهر شد. اما درباره اینکه خدا با کسی ساکن شد در جایی نمیخونیم. میتونیم بگیم که اینجا درباره نخستین خونه ی خدا میخونیم. یعنی اولین مکانی که خداوند در بین انسانها ساکن شد به این دلیل که خدا انسان دوست داره. برادر چرا خداوند به موسی دستور نداد که خیمه ملاقات قبل از بره فسح و عبور از دریای سرخ بسازه و چرا این کار رو تا خروج به تعویق انداخت خدا کارها رو به ترتیب انجام میده او در میان قوم ساکن نمیشه مگر اینکه اول نجاتشون بده دلیل اینکه خداوند در میان مردان خدا ترسی که در پیدایش ذکر شدن ساکن نشد چی بود چون که نجات در پیدایش به طور واضح اعلان نشده بود در پیدایش قسمت هایی درباره گناه و همچنین موضوعات دیگه می خونیم اما مفهوم نجات در پیدایش ذکر نشده درباره نجات تا خروج فصل 14 چیزی نمی خونیم ولی در خروج 15 سرود موسی رو میبینیم که در وصف خدا می سراییدند موسا مرد خدا بود و فکر خدا رو داشت و در سرودش میخونیم این است خدای من برای او مسکنی مهیا خواهم کرد این آیه مطابق ترجمه هفتادگانه کتاب پیدایش درباره ارتباط فردی اشخاص با خداست بله اما کتاب خروج درباره تولد یک ملت و قومه دقیقا و اینجا خدا در میان این قوم ساکن بله. میشه اجازه بدین آیاتی رو بخونیم و بعد سالی رو مطرح میفرماید خداوند به موسا گفت بنی اسرائیل را بگو برای من هدیه بیاورند از دست کسانی برایم هدیه بپذیرید که دل آنها راقب بدین کار است در آیه سوم میفرماید این از هدایایی که از آنها میگیرید طلا نقره و برنج نخ آبی ارغوانی و قرمز و کتان ریز بافت. پشم بز، پوست قوچ که به رنگ سرخ رنگ شده باشد، چرم نازک. چوب عقاقیا، روغن برای چراغها، ادویه برای روغن مس و بخور خوشبو. سنگ های عقیق و سنگ های گرامبه های دیگر جهت نشاندن بر ایفود و پیش سینه. آنها باید قدسی برایم بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم. این مسکن و تمام اسباب آن را درست مطابق طرحی که به تو نشان خواهم داد بسازید برادر من از این آیات دو تا سوال دارم اول اینکه چرا خداوند از قوم اسرائیل هدیه خواست و دوم چرا قوم باید در ساخت خیمه سهیم می بودن ما میدونیم که قوم بنی اسرائیل برای چندین دهه مجبور بودن که بردگی کنن یعنی اونا برای کار کردن اجرتی نمی گرفتن. اما خدا با پاداش کامل برای این مردم که مجبور به بردگی بودن جبران کرد او به ابراهیم فرمود ایشان پس از آن با اموال فراوان بیرون خواهند آمد در رابطه خدا با انسان خداوند همیشه شروع کننده است من نمیتونم از خدا پیشی بگیرم و چیزی بهش بدم زیرا همه چیز از او و به واسطه او و برای اوست چه کسی تا کنون چیزی به خدا بخشیده که بخواهد از او عوض بگیرد خدا اونا رو نجات داد و بهشون اموال فراوان بخشید که با خودشون از مصر بیرون آوردن خواست خدا اینه که ما به عطایاش پاسخ بدیم به همین دلیل از واژه هدیه استفاده کرده میبینیم زمانی هم که داوود میخواست معبد و بسازه اما سلیمان اومد اون کارو کرد این موضوع وجود داشت میخونیم که داوود اینطور گفت زیرا همه چیز از توست و از دست توست که به تو داده ایم. پس اینو متوجه میشیم که در اول خدا عطا میکنه و بعد ما شانس دادنشو پیدا میکنیم در تعالیم روحانی رساله به رومیان میبینیم که از فصل یک تا یازده خدا پارسایی و آزادی میبخشه بعد در فصل دوازده میخونیم پس ای برادران در پرتو رحمتهای خدا از شما استدعا میکنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده به او تقدیم کنید درسته در آیه هش میفرماید آنها باید مکانی مقدس برایم بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم. ولی آیه نهم اغلب مورد حمله افراد شکاک قرار میگیره این افراد ادعا میکنند زمانی که موسی در قصر فرعون تعلیم میدید طرح خیمه ملاقات رو از روی معابد مصری اقتباس کرده هم صحن بیرونی قدس و قدس الاقداس ما چه پاسخی به این ادعا میدیم در آیه نه میخونیم این مسکن و تمام اسباب آن را درست مطابق طرحی که تو نشان خواهم داد بسازید همچنین در رساله پولس به عبرانیان میتونیم بارها بخونیم که موسی مسکن خدا یا خیمه ملاقات را طبق الگویی که در آسمان ها وجود داره ساخت. ما بر طبق کتاب ایوب و همچنین کتاب مکاشف فصل دوازده میتونیم بفهمیم. شیطان میتونسته این اجازه رو داشت تا به حضور خدا داخل بشه و تا امروز همین اجازه رو داره. بنابراین در پاسخ به ادعاهای دروغین میشه اینطور گفت که شیطان با دیدن الگوی معبد آسمان ها نقشه رو به پیروانش الهام کرده. درسته. تا بر طبق اون قصر فرعون رو بسازن همونطور که در کار جادوگران فرعون دیدیم شیطان متقلبه و دوست داره از همه چیز تقلید کنه ینیس و یمبریس با موسا مخالفت کردن نه با از بین بردن و مانع شدن از مأموریت موسا بلکه با تقلید کردن از او درسته برادر یوسف لطفا اشاره بفرمایید به نامهای دیگه خیمه ملاقات که در کتاب مقدس اومده در میان این اسمها خیمه ملاقات مشهورترینه و بعد خیمه شهادت، مسکن خدا و همچنین خانه خدا. بسیار اینا مهمترین اسامی هستند. ممنونم برادر استراحتی میکنیم و با فرصش مهمانان برمیگردیم. لطفا توضیح بفرمایید درباره ساختار و قسمت خیمه و همچنین وسایلی که درونش به کار رفته بسیار خوب بفرمایید برادر خب ابتدا قصد دارم که به بینندگان عزیز یادآوری کنم که ما گفتیم این یک خیمه بود ولی آیا خدا نمیتونست یه خونه بزرگ فراهم کنه؟ تا وقتی که قوم غریب بودن خدا هم قصد داشت که همراه قومش یعنی بنی اسرائیل قریب باشه درسته اونا از جای به جای دیگه میرفتن و خدا هم از جای به جای دیگه میرفت. اما در آیه هشت میفرماید آنها باید مکانی مقدس برایم بسازند انگار خدا میخواست قوم احساس کنند که خونه او مثل هر خونه دیگه ای نیست قدوسیت زیبنده خانه توست به همین دلیل خدا اونو خیمه مقدس نامید خیمه ملاقات یعنی خدا مثل پدری که دوست داره فرزندانش دور هم باشن میخواست فرزندانش رو دور هم جمع کنه ما باید کجا ملاقات کنیم در خیمه ملاقات یا به عبارت دیگه خیمه شهادت به دیگران یعنی شهادت درباره خدا برادر باید خدمتتون ارز کنم که خیمه ملاقات به سه قسمت تقسیم شده بود اول سحن بیرونی سپس قدس و بعد قدس و لغداس. داخل این خیمه هفت قطعه وجود داشت دو قطعه در سحن بیرونی که شامل مذبح برنجی و تشت برنجی میشه. سه قطعه در قدس وجود داشت که شامل میز، چراغدان و مذبح بخور بود و دو قطعه هم در قدس لقداس وجود داشت که شامل صندوق و همینطور در پوش صندوق بود. بنابراین سه قطعه در قدس وجود داره و در قدس و لغداس و همینطور سحن بیرونی خیمه دو قطعه وجود داره. خیلی جالبه چون وقتی از بالا به این ساختار نگاه میکنیم میتونیم که علامت صلیب رو ببینیم صلیبی که اساس شالوده تمامی برکات و نعمت‌های خدا و همینطور رحمت او برای قومشه برادر بیاین با توجه به تصویر سفری داشته باشیم به داخل خیمه که از صحن بیرونی شروع میشه و لطفا شما از روی نمایشگر توضیح بفرمایید اولین چیزی که توجه ما رو جلب میکنه پرده از کتان ریز بافته تابیده سفیده که دور تا دور خیمه رو در بر گرفته در حالی که خیمه اسرائیلی ها از پوست درست شده بود و ظاهر زیبایی نداشت خیمه ملاقات از نظر سفیدی، تمیزی، پاکی و قداستش متمایز بود. درسته. در اینجا مذبح برنجی رو میبینیم و معلومه که بزرگ بوده، آتش همواره روشن بوده و هرگز خاموش نمیشده. نه در روز و نه در شب. بعد از مذبح برنجی، تشت برنجی قرار داشت کسی که میخواست وارد قدس بشه باید در تشت شسته میشد مذبح برنجی مذبح قربانی سوختنی هم گفته بله. میشه کاملا درسته چون قربانی سوختنی مهمترین قربانی بود که روی اون تقدیم میشد و تشت برنجی برای قسل بعد از اون قرار داشت و بعد از اون ما میتونیم پرده دوم رو ببینیم که با رد شدن ازش به قدس وارد میشیم بنابراین قدس مسکن اول بعد از سحن بیرونی بوده بله قدس مسکن اول نامیده میشد و در اون سه قطعه وجود داشت میز در سمت راست قرار داشت و چراغدان در سمت چپ و در مقابل اونها مذبح بخور بود که این ترکیب به وضوح در تصویر دیده میشه بر روی میز دوازده نان قرار داشت و همونطور که در تصویر دیدین چراغدان از هفت شاخه تشکیل شده بود برادر لطفا درباره تخته های خیمه که در تصویر میبینیم توضیح بفرمایید بله حتما تخته ها خیلی مهمند چون هر تخته بر روی دو پایه نقره بنا شده بود اونها از چوب عقاقی ها که برنجندود شده بود ساخته شده بودند و بر روی دو پایه نقره بنا شده و ایستاده بودند منظور از دو پایه نقره چیه اینکه ما فقط بر روی مرگ و قیام مسیح بنا او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شدن ما از مردگان برخیزانیده شد پس هر تخته روی دو پایه نقره بنا شده بود درباره چراغدان توضیح بدیم بله همونطور که گفتیم چراغدان دارای هفت شاخه است و در این قسمت هم مذبح بخور یا مذبح طلایی رو میبینیم که از طلا ساخته شده بود در حالی که مذبح بیرونی یعنی مذبح قربانی سوختنی که لحظات قبل تصویرش رو دیدیم از جنس برنج بود الان در تصویر مذبح بخور یا مذبح طلایی رو میبینیم که در مقابل پرده قدس اقداس قرار داره بله در اینجا پرده رو میبینیم و ما اکنون میتونیم از پرده رد بشیم و این قسمت رو ببینیم اما یقینا در عهد عتیق هیچ کس اجازه این کار رو نداشت چون محکوم درسته. به مرگ میشد و روی اون طرح کروبیان بافته شده بود بله درسته اگه به یاد داشته باشیم برای در عیاد وقتی ازیای پادشاه وارد قدس شد جزام گرفت و زمین لرزه اتفاق افتاد این قدس بله در اینجا ما وارد قدس الاغداس میشیم و چیزی که مشاهده میکنید صندوق پیمانه همینطور میتونیم ستون شکینا و ابر جلال رو ببینیم در داخل صندوق عهد سه چیز قرار داشت اصای هارون که شکوفه داد و همونطور که در تصویر میبینید در زیر گذاشته شده به همراه دلوه شریعت و ظرفی که در طول سفر قوم منا رو در اون نگهداری میکردند. در اینجا دوباره پرده قدس و رو میبینیم بله همینطوره و همونطور که در تصویر میبینین به روی اون طرح و نقش کروبیان وجود داره این تخته ها هم بیانگر ایمانداران هستن بله که از چوب عقاقی های زرندود ساخته شده بودن دقیقا درسته همچنین روی پایه های نقرهی نجات بنا شدن همینطوره روی میز هم دوازده نانو میبینیم که هر روز شبات اونجا قرار داده میشدن درسته برای اینکه قلب خدا خوشنود بله. بشه بعد کاهنان نانهای حضور رو بر می داشتن و می خوردن. اینا هم ظروف خیلی بله. خیلی هستن یعنی هر چیزی که خدا رو خوشنود می کرده مایه یه خوشنودی دقیقان. کاهنان درسته. هم بوده و این فوقلاده است الان به سمت بیرون حرکت می کنیم و این دومی پرده یا دومی ورودیه که قبل از قدس قرار داره بله سه ورودی وجود داشته یه ورودی برای سحن بیرونی یکی برای قدس و سومین ورودی پرده یا حجاب گفته می شده و ورودی قدس الاغداس بوده و از اینجا دوباره برگشتیم به صحنه بیرونی بله دقیقا و ما در اینجا مذبح برنجی رو میبینیم مذبحی که آتشش در شب و روز هرگز خاموش نمیشد ولی خب تمامی اینها تصویری کمرنگ از ارزش مسیح و تأثیر دائمی کار او بر روی صلیب رو بیان میکنن بسیار خوب برادر لطفا در مورد موادی که در ساخت قیمه استفاده شده توضیح بفرمایید میبینیم خدا به موارد زیادی اشاره کرده مثل چوب عقاقیا طلا نقره و پارچه کتان و همچنین ادوات زیادی که در ساخت خیمه یعنی ابزار و, و مواد ده. دقیقا ابزار و مواد درسته ما لیستی از دستورات خدا به موسی را تهیه کردیم لطفا با توجه به نمایشگر درباره مواد به کار رفته در خیمه توضیح بفرمایید بسیار خوب باید بگم که 15 تا مورد بود که خدا به موسی دستور داد تا از افرادی که اونا رو داشتن بگیره به نظر من همه ی مردم طلا نداشتن شاید بعضیا نقره داشتن شاید بعضیا نه طلا داشتن و نه نقره اما برنج داشتن یا روغن یا شایدم نخ آبی لیست بزرگ و بلند بالایی بوده طوری که کسی نمیتونست بگه من چیزی ندارم درسته. چون هر کی یه چیزی داشت درباره مریم خواهر لازر میخونیم آنچه در توان داشت انجام داد خوب ما همون چه که در توانمونه انجام بدیم در اینجا خدا یک لیست داد طلا در خیمه ملاقات بیانگر عدالت خداست در قسمت هایی درباره طلا می خونیم و گاهی درباره طلای ناب طلای ناب به الوهیت خدا یا جلال او اشاره میکنه پس تلا به تنهایی به عدالت خدا اشاره داره و طلای ناب بیانگر جلال خدا یا الوهیت اوست و نقره بیانگر نجاته برنج بیانگر داوری خدا و خشم او بر علیه گناه. آبی رنگ آسمان، و بیانگر خداوند آسمانه. رنگ ارغوانی رنگ لباس پادشاهانه و بیانگر عیسی مسیح به عنوان شاه شاهانه. رنگ قرمز رنگ خونه که بیانگر ریخته شدن خون یا نمادی از پادشاهان اسرائیل که لباس قرمز می پوشیدن. کتان ریزبافت بافت تابیده شده کتانی بسیار با کیفیت و مرغوبه که یکی از محصولات مشهور مصر باستان بود و یقینا اسرائیلی ها که کارخونه ای در بیابان نداشتن این کتان را از مصر با خودشون آورده بودند کتان ریز بافت تابیده شده بسیار با ارزش بوده ضمن تا به امروز هیچ کارخونه ای در دنیا نتونسته کتان ریز بافت تابیده مثل کتان مصر باستان درست کنه بعد از اون پشم بز رو میبینیم که بیانگر مسیح به عنوان یک نبیه. انبیا در عهد عتیق لباس های پشمین میپوشیدن مثل ایلیا و انبیای دیگه. پوست های قوش که قرمز شدن بیانگر از خودگذشتگی و اطاعت مسیح تا سرحد مرگه. بعد پوست های خز رو میبینیم. خز یه حیوان دریاییه که پوستش زیبا نیست و اصلا خوب به نظر نمیاد. اما بسیار مقاوم و با دوامه. این نمادی از مسیحه که از جانب مردم تحقیر شد اما در مقابل تجربیات انسانی مقاومت کرد چوب عقاقیا چوبیه که فاسد نمیشه و این نکته رو در ترجمه هفتادگان میخونیم این چوب بیانگر انسانیت مسیح قدوسه که هرگز فساد رو ندید حتی زمانی که در قبر بود سپس درباره نان حضور میخونیم که یعنی مسیح رضایت قومشه و بعد ادویه ها به شیرین مسیح و بخورها به کمالات فراوان او اشاره می همینطور روغن بیانگر روح القدسه. سنگ عقیق و سنگ های مرسع بیانگر زیبایی ایماندارانه. سپاسگزارم برادر برای توضیحات جامع و کاملتون که به ما کمک میکنه تا بدونیم هر ماده ای در ساخت خیمه به چه حقیقتی اشاره میکنه. بریغن. ممنونم بعد از استراحت با پرسش مهمانان برمیگردیم. ابتدای آیه ده خدا در مورد صندوق پیمان صحبت میکنه با وجود اینکه اولین قطعه در خیمه نبود ولی چرا ابتدا خدا با اون شروع کرده سوال بسیار خوبیه وقتی که داخل خیمه رو بررسی کردیم صندوق آخرین قطعه بود با این حال ما در اینجا میتونیم ببینیم اولین قطعه یه که بهش اشاره شده این یادآور کسیه که الف و یا و اول و آخره بنابراین صندوق نماد فوقلاده ای از ایسای مسیحه چون مسیح اول و همینطور آخره. صندوق آخرین قطعه یه که میبینیم. اما در اینجا اولین قطعه یه که توصیف شده. نکته دوم اینه که صندوق تنها قطعه یه که دربارش از جم استفاده شده صندوقی از چوب عقاقی ها بسازند. جم و برای قطعات دیگه نمیخونیم جایگاه کفاره را از طلای ناب بساز یا میزی از چوب عقاقی ها بساز یا چراغدانی از طلای ناب بساز ولی برای صندوق میگه بسازند. اما چرا؟ به یقین که راز دینداری بس عظیم است او در جسم ظاهر, ظاهر شد. شد. بنابراین این طور فرمود بسازند صندوق اه... از دو ماده مختلف ساخته شده بود یک فلز خالص که طلای نابه و همینطور چوب درخت عقاقیا که میدونیم به هیچ عنوان فاسد نمیشه این بیانگر انسانیت خداوند عیسی مسیح که غیر قابل فساده و طلای ناب هم بیانگر طبیعت الهی مسیحه مسیح انسان یا خداست طبیعت مسیح هم الهیه و هم انسانی به یقین که راز دینداری بس عظیم است او در جسم ظاهر شد برادر لطفا با توجه به نمایشگر درباره مواد و ابعاد صندوق پیمان توضیح بفرمایید و اینکه چه تعالیم روحانی در این صندوق نهفته است به این صندوق صندوق عهد، صندوق شهادت، صندوق خداوند و صندوق خدا هم گفته میشد. اینها مشهورترین نام های اون هستند. این صندوق از چوب عقاقیا پوشیده شده و با طلای ناب ساخته شده بود. این دو ماده مختلف یعنی چوب و همینطور طلا بیانگر طبیعت الهی و طبیعت انسانی خداوند عیسی مسیحه و خب ابعاد اون هم قابل توجهه طولش دو و نیم زرا و عرض اون یک و نیم زرا و ارتفاعش هم یک و نیم زرا بود دقت کنین که در هر اندازه یک نیم زرا وجود داره به چه دلیل؟ انگار میخواد به چیزی که ملکه جنوب گفته بود اشاره کنه حتی نیمی از آن نیز به من گفته نشده بود اهمیت این صندوق دو طبیعت مسیحه. شکل صندوق همونطور که در تصویر میتونید به وضوح مشاهده کنید کاملا تو خالی بوده و دلوه شریعت در درونش قرار داده شده بود. همونطور که در مزمور چهل میفرماید شریعت تو در دل من است. همچنین اصای هارون که شکوفه داد به همراه ظرف نگه دارنده مننا هم در داخل صندوق بودن. و باید خدمتتون ارز کنم که این صندوق اهمیت بسیار زیادی داشت. در اون زمان کاهن اعظم در هر سال فقط یک بار وارد قدس و میشد و خون قربانی ها رو در روز بزرگ کفاره بر در پوش صندوق می پاشید. بنابراین صندوق پیمان به شخص مسیح اشاره میکنه. بله. که از شوب عقاقیا و طلای ناب که نمایانگر دو طبیعت مسیح انسانیت بدون گناهش و همچنین الوهیت او بعد درباره جایگاه کفاره می که همون ده. در پوش صندوقه درسته برادر یوسف توضیحی بفرمایید درباره جایگاه کفاره دومین قطعه جایگاه کفاره است بین صندوق و در پوش صندوق ارتباطی وجود داره ما میدونیم که صندوق بیانگر شخص مسیحه و جایگاه کفاره بیانگر کار مسیحه است همچنان که پولس رسول گفت زیرا ازم جزم کرده بودم در مدتی که بین شما هستم چیزی ندانم جز ایسای مسیح یعنی صندوق عهد که به ایسای مسیح اشاره میکنه آن هم ایسای مسلوب که منظور جایگاه کفاره است به همین دلیل جایگاه کفاره چوب عقاقیا نداره بلکه از طلای ناب ساخته شده طبعا اندازه هاش مطابق با اندازه صندوقه یعنی طولش دو زرا و نیم و ارزش یک زرا و نیم بوده. اهمیت این در پوش کار مسیح و کفاره ی اوست که به عنوان کاهن اعظم خون را بر جایگاه کفاره قرار میداد. همونطور که میبینیم دو فرشته روی در پوش نصب شده بودن. اما این دو فرشته مثل فرشته های باغ نبودن. فرشته های باغ شمشیرهای آتشین در دست داشتند که به هر سو میرفت تا از راهی که به درخت حیات میرفت نگهبانی کنند. رفتن به اونجا ممنوع بود چرا این دو فرشته متفاوت بودن؟ چون هر سال کاهن اعظم با خون وارد می شد. به همین دلیل صورت فرشته ها به بیرون نگاه نمی کرد بلکه به سمت جایگاه کفاره بود یعنی به سمت جایی که کاهن اعظم خون را قرار میده و این کار فقط برای مدت یک سال کافی بود حالا بزرگترین کاهن اعظم خداوند عیسی مسیح اومد و یک بار برای همیشه به خون خود به قدس داخل شد و راهایی ابدی را حاصل کرد به همین خاطر خداوندمون رو برای فیض عظیمی که در اون ساکن شدیم شکر گذاریم ما در این قسمت از برنامه یاد گرفتیم که صندوق پیمان به مسیح اشاره میکنه بله چوب عقاقیا به انسانیت بیگناه مسیح و طلای ناب به طبیعت الهی او دقیقا در حقیقت مسیح روی زمین خدای ظاهر شده در جسم بود درسته و جایگاه کفاره هم به کار مسیح اشاره میکنه و هیچ جدایی وجود نداره بین مسیح و کار او بر روی صلیب همینطوره جایگاه کفاره در پوشی بود که خون قربانی برای کفاره گناهان در اون پاشیده میشد کاملا درسته امروز درباره صندوق عهد و سرپوش اون صحبت کردیم و به امید خدا در قسمت آینده قطعات دیگه خیمه رو مطالعه میکنیم که این قطعات از میز نان به بعد هست فهمیدیم که داخل صندوق دو شریعت قرار داده شده بود و هر کسی که فرمانها رو نگه نمیداشت به مرگ محکوم میکردن. دلیل اینکه خداوند برای هزاران سال با قوم مدارا کرد چه چیزی بود به خاطر روز کفاره و پاشیده شدن خون روی جایگاه کفاره فرشته ها در حالت سکون و آرامش بودند زیرا خون است که به واسطه حیاتش کفاره می فهمیدیم که لوح شریعت داخل صندوق قرار داشتند بله. به اضافه عصای هارون که بله. شکوفه داد و ظرف منا به عنوان موضوع پایانی توضیح بفرمایید درباره عصای هارون و ظرف منا عصای هارون به کهانت مسیح اشاره میکنه و چقدر ما به کهانت خداوند عیسی مسیح در طول سفرمون در بیابان نیاز داریم. ظرف منا به مسیح به عنوان خوراک قومش اشاره میکنه به خصوص برای کسانی که از بیابان میگذرند. ما به آسمان میرسیم و بیاد خواهیم آورد که چقدر خدا متحمل ما شده حمایتمون کرد و چه همراه بینظیری بوده و وقتی که به زودی به آسمان بریم اون نصیب ما خواهد بود. ممنونم برادر یوسف به پایان این قسمت رسیدیم و همراه مهمانان درس امروز مرور میکنیم. از این قسمت چه چیزی آموختیم؟ یاد گرفتم بنی اسرائیل باید مواد لازم برای ساخت خیمه ملاقات رو تقدیم میکردن ما هم باید خودمون رو وقف خداوند کنیم او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد فهمیدیم صندوق نمادی از مسیحه که از چوب عقاقی های پوشیده از طلای ناب درست شده چوب عقاقی ها فاسد نمیشه و بیانگر انسانیت مسیحه و طلای ناب هم به الوهیت مسیح اشاره میکنه. از ابتدا خدا از اینکه به آدم ظاهر بشه و با او ارتباط داشته باشه لذت می برد و میدونیم که بر ابراهیم هم ظاهر شد اما این اولین باری که خدا در میان قوم ساکن شد و این تا بعد از نجات اتفاق نیفتاده بود و تا وقتی قوم غریب بودن خدا هم مثل اونا غریب بود برکت خدا با شما عزیزان سپاسگزارم برادر فیض خدا با شما بینندگان گرامی در این قسمت از برنامه یاد گرفتیم که خدا تمایل اشتیاق داره تا بیاد و در میان قومش ساکن بشه خیمه ملاقات مکانی بود که خدا در میان قوم بنی اسرائیل ساکن شد در عهد جدید و انجیل یوحنا درباره کلمه میخونیم اما کلمه چه کسیه کلمه خداست میفرماید کلمه خود خدا بود کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید مسیح اومد خدایی که در میان ما ساکن شد بر روی صلیب رفت و برای گناهان ما مرد جایگاه کفاره به مرگ مسیح و کار عظیم او بر صلیب اشاره میکنه مسیح برای این نیومد که معجزات انجام بده و بعد زمین رو ترک کنه بلکه اومد تا بر حسب فیض خدا برای همه تعم مرگ را بچشد بینندگان گرامی مسیح مرد اگه ایمان نیارین که او خدای ظاهر شده در جسم و اگه ایمان نیارین که او به روی صلیب رفت و برای گناهان من و شما مرد حیات جاودان رو دریافت نخواهید کرد دریافت حیات جاودان تنها از طریق ایمان قلبی به مسیح خدای ظاهر شده در جسم و کار کفاره ای او ممکنه سپاسگزاریم که با ما همراه بودین تا دیداری دوباره خدا با شما چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است قلب تشنه است کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و نگارت <رضا> من نگارت کلامت خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت